السلام علیکم. طلب از قوم مسجد. یک روز ما بین عصر و شام در مسجد یک حدیثی را خواندیم که اینجا تکلیف یکی امیرعلی شد که همین حدیث در جمعه شما خانه تا که همین سبتی کسی توی شود و شاید یک زن گوش میکند و همین حدیث را به خلاصه می آید. این حدیث چنین بود، اینم طبق همین موضوع است. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بعثين فحرام عليها رائحة الجنة. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن که کدام زنی که از شوهرش طلاق را طلب میکند من غیر ما بعثین، از غیر آنی که هیچ لازمی طلاق نبود، یعنی مقصد این که وقتی که میبیند همین مرد یک زمان دارا بود و امروز نادار شد، میبیند که تا دیروز از زنده میرسید، تمام نوشاکه ها میرسید، تمام لباس میرسید، امروز به سبب یعنی خرابی جمعیت و نیافتن کار و بار مرد امروز احتیاجمند شده است، این زن در حال چکار میکند؟ در حال از این شوهر طلاق طلب بکند و میگوید که من از تو چی دیدم؟ اگر زنی که این لفظ را استفاده کند، پیغمبر خدا گفتند فحرام علیها رائحه الجنه، بوی جنت از 500 سال راه بر جنتی ها میرسد. یعنی بین ما یک خوشبویی میزنیم، خوشبویی که مخلوق تیارش کرده است، ممکن که در مسافه 10 متر یا 20 متر به مشام شما برسد، لیکن بوی جنت چنان بوی زیبایی هست، پیغمبر خدا گفتن که از 500 سال راه به مشام جنتی ها میرسد. انا همین قدر مسافه دور همین بوی جنت بر دماغ همان زنی که از شوهر خودش طلاق طلب میکند نمیرسد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر خدا گفتن بزرگترین حق بر زنها از روی حق کی دارن؟ پدر و مادر؟ نه، بلکه شوهرهاشون. هر جایی که زن بخواهد که سفر کند از شوهر میپرسد، هر کاری را که انجام دهد باید از شوهر پرسد، دیگر از پدر و مادر نمیپرسد، زیرا بزرگترین حق بالای زنها وقتی شوهر میکنند این حق شوهر است. من دوست میدارم که بسیاری زنها وقتی شوهرها از کار می آیند با یک چهره خندان، با یک تبسم، اگر چند که مرد همان روز هیچ فایده هم نیاورده باشد، بلکه تسلای دهد که میلش امروز در نصیب تو نبود است، در رزق تو نبود است، مانده نشو، پروا نکن، انشاءالله فردا میابی، فردا هم نیفتی فردا دیگر میابی، من در ناداری تو، در داراگی تو طاقت کرده بودم، در ناداریتم طاقت میکنم. اینچنین اگر لفظا از زنی ما و شما، خواهرای ما و شما صادر شود، انشاءالله زندگی اونها خیلی نکبت میشود. باور کنید زندگی اسما را وقتی در کتاب میخواند انسان هیچگاه طاقت کرده نمیتاند. اسما دختر ابوبکر صدیق بودند، یار اول پیغمبر خدا بودند، شخصی بودند که به دو نفر سلام از خدا آمدگی است، یکی ابوبکر است، یکی خدیجه است. همین دختر اسماء، دختر ابوبکر صدیق اسماء که میگه حامله بودم، وقتی میگه در خاندانم که شوهرم زبیر میگه به سفر برآمده بگی بود با همراهی پیغمبر خدا، در خانه چیزی یافت نمیشود، لیکن در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد، در دیگش میگه گوشت گوسفند میپخت، بوی گوشت گوسفند میگه خانه مرا فرا گرفته بود، من هیچ طاقت نکردم، بناگاه خانه این یهودی داخل شدم و گفتم که حاجت بر آتش دارم، حالا که حاجت به آتش نداشتم، حاجت به همون گوشت گوسفند داشتم. این یهودی میگه در بالا یک ظرف میگه بر من آتش داشت، گفت من بر گفت. یهودی ها اون زمان هم پیغمبر خدا را دوست می داشتن، چگونه ای که امروز یهودی ها مسلمان ها را دوست می دارن. گشت آمدم در خانه، تا قد نکردم، باری دوم باز رفتم، گفتم احتیاجی به آتش دارم، باز میگد آتش داد و گوشت نداد، میگد باز گشت آمدم، سیوم بار رفتم، باز همچنان معامله کرد. بناگاه دستمت برداشتم، گفتم پروردگارا خدایا، گفتم دیگر دادرسی به جز تو من ندارم،
در دل همین یهودی داخل کن تا که در یک ظرف برای من طعام روان کند. دیگر هیچ طاقتی ندارم. بجز همین طعام امروز هیچ چیز برای من محبوب تر نیست. دعای من میگد به نشان خود رسید. به ناگاه میگه شوهر همون یهودی آمد و از زن خود پرسید که امروز کسی ما را سراغ نکرد؟ گفت بجز همین زن عرب دیگر کسی سراغ نکرد. گفت چی گفت؟ گفت از من آتش پرسید خلاص؟ گفت ای زنه گفت در یک ظرف گفت گوشت و آب همین شوربای گوشت پر کن و برده بر همین همسایه عرب بده تا اگر بر او طعام ندهی این طعام تو برای من حرام است، من نمیخورم. دعای اسماعه در نزد خدا قبول گشت. در همین خیل شرایط ها اون زنها چکار کردن؟ طاقت کردن و شوهرهای خدا احترام کردن. خدا رحمت کند. سعدی را چی میگد؟ زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مردی فقیری گدای تلبنده را پادشاه میکند. براو پنج نوبت بیزن بردرد اگر یاری موافق بود در برد. او خدا رحمت کند سعدی را. براو ای مرد میگد خوش به حالت پنج وقت نماز با جماعت بخوان وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برات شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. بزیدان قاضی گرفتار بی که در خانه بینی در ابرو گیره. خدا رحمت کند. میگد وقتی که اگر زنی داشته باشی که خوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گیره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این ده گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویه که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که با یگان شهر سفر میکنی در دست خود چله است، ناگهان از عالم گذشت، چله آن را فروخته کفنش میکنند باعث تشویش نباشد. اگر چله نقرگی باشد میلش، لیکن چله تیلا باشد مردن در کجایی که مردی البته تر سرشتت میکنند. اون چله تو هیچ جا را گرفته نمیتونه. همه یک وسوسه و یک بگیم سخنهای بیهوده است که وقتی آدم چله تیلا را میدازد با نیت یعنی که ما بادایی که در یک جا سفر کنم همی را فروخته برای من کفن کنند. اگر او را فروخته و با پولی او ترا کفن کنند، خدا ترا در قبر عذاب میتد، زیرا که اون پولی چله برای تا حلال نبود. چله داختن تیلا، گردن بنداختن تیلا، ساعت تیلا، همه برای مردها حرام استند. هیچ کدام شما این جوان مردی شما نیست، اینا برای خودتان اختیار نکنید. السلام علیکم مولای عزیز. التماس به سوال من جواب گردانید. وقتی که من به یگان کس میگویم نماز خوان یا زنا نکن عرق نخور، میگوید که هر یک کار بر رضای خدا میشود، خدا راضی شد من زنا کردم. میگوید نمیشود که من هم زنا کنم عرق خورم، با راضیگی خدا هست. التماس با بابای حاجی درباره قضا میگویند یگان مسئله گپ زنید. البته لاهوری میگوید خدا رحمت کند، ولی در بین ما و شما همین گپا هست که عرق می نوشد زنا میکند بعد میگوید که خیر خدا راضی بود است. نه، خدا در کاری بد ما و شما راضی نیست. خداوند هیچ وقت راضی نیست که بنده او زناکار باشد. خدا هیچ وقت راضی نیست که بنده او بی نماز باشد. بلکه لاهوری میگوید که بنده های ضعیف خدا با همین سخن تکیه میکنند و میگویند که خیر رضاگی خدا بود است، بلکه رضاگی خدا نیست. خدا رحمت کند مولوی را. من یک چند سطرهای را به شما میخوانم در باب تقدیر. چی سخن زیبا گفتند؟ دو راه پیش ده بنده نهاده، به دستت اختیار جوز داده. خدا در پیش تو دو راه را مانده است، یکی راه بد یکی راه خوب، و تو را اختیار گذاشته است کدام راه را که انتخاب بکنی.
عقل او به همین پیش مسجد ما و شما میگذرد؟ آیا خدا راضی نیست که مثل شما داخل مسجد شود نماز خواند؟ راضی است. او وسواس شیطان است. او را شیطان نمیگذارد که نماز خواند. او را شیطان نمیگذارد که آمده مثل ما و شما عبادت کند، بلکه او وسواس های شیطان است که زناخار می شود، عرق خور می شود. این راضیگی خدا نیست. اگر جنت روی، رو در راهی راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. حضرت گفتند این راهی راست، این راهی چپ، چپش دوزخ، راستش بهشت. اگر چپ شا میگیری دوزخ میری، راست شا میگیری چکار میکنی؟ وارد جنت میشوی. زیراهی نیکو بد ایزید خبر داد، تو را عقل و خرد حوش بسر داد. دید خداوند همه را به تو خبر داده است. همه عبادت ها و همه منهیات و همه مشروعات به تو خبر دادگی است. کدام کار درست، کدام کار نادرست، همه شا خبر داد و تو را عقل داد خدا. تو را عقلت میگیرد زنا میکنی، عقلت میگیرد عرق مینوشی، عقلت میگیرد مثال قماربازی میکنی، چرا عقلت نمیگیرد نماز بخوانی؟ خدا را جو، خدا را جو، خدا را بگو ذکر و بگو ذکر و بیمان چون و چرا را. حضرت میگوید خدا را جستجو کن، خدا را جستجو کن، بگذار این چون و چرا را، چرا ایتشو، چرا